داشتیم براتون در بخش خبر بخونیم، اما گفتیم حالا به هر حال اطاله کلام نکنیم، مستقیم با خود این مخترع جوان و این استاد دانشگاه عزیزمون ارتباط تلفنی بگیریم. الان وقت رخ دادن این اتفاق خوشیوم تو برنامه همراه ایرانیان هست. سرگاه خان دکتر آرزو اشراقی، مخترع و دانشجوی ایرانی مقیم مالزی، روی خط ارتباطی تلفن برنامه همراه ایرانیان هستند. خانم اشراقی سلام عرض میکنم به شما. به نام خالق زیبایی ها، سلام آقای جو، سلام. حال شما چطور؟ خوب هستی؟ خدمت شما و بینندگانتون. الان مالزی فکر میکنم 12:01 شب باید باشه، درسته؟ بله، یک رو به 2 صبح هست. یک رو به 2؟ تازه دیرتر، من تازه تخفیفم دادم. خب برای خیلی ممنون که تا این موقع شب بیدار مونین با برنامه ما، ارتباط تلفنیتون برقرار بشه. ببخشید که در دقایق پایانی برنامه این فرصت میسر شد برای ما. خانم اشراقی، شما به عنوان دانشجوی ترم آخر رشته دکتری مهندسی پزشکی هستی، نه؟ بله. دانشگاه UM درس میخونی؟ بله، دانشگاه UM یکی از اولین دانشگاه‌های کشور مالزی هست. چند سال مالزی تشریف داری خانم اشراقی؟ 4 ساله که مالزی تشریف داری. غیر از درس خوندن در UM مشغول تدریس هم هستین؟ بله، این افتخار داشتم که به عنوان مدرس هم در رشته مهندسی پزشکی همکاری بکنم، تدریس کنم. تو ایران چه رشته‌ای درس خوندید بعد تشریف بردید کوالالامپور؟ من در ایران مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته اورتز و پروتز یا به نوعی ساخت اعضای مصنوعی تحصیل کردم. در کارشناسی ارشد اینجا بودیم؟ بله، هم کارشناسی و هم کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران. دانشگاه علوم پزشکی. برای دکترا درش فوردی در مالزی. این اختراعاتی که شما دارید میشه بفرمایید تا حالا تو کدوم کشورها ثبت شده اختراعاتتون؟ من اولین اختراعم این افتخار داشتم که در ایران به ثبت رسید. بعد از اون اختراع داشتم در کشور مالزی که در کشور امریکا هم به ثبت رسیده. آها، راجبش توضیح میدین که اولین اختراعی که کردین چی بود؟ اولین اختراع در واقع در مقطع کارشناسی من بود، یک وسیله کمکی یه پزشکی برای شکستگی اندام اسب در واقع. بعد جالب باشه بگم که برای اسب بود، ولی خب چی شد؟ چرا برای اسب یه دفعه اختراع کردین؟ خواهش میکنم، علت این بود که شاید میخواستیم به عنوان اینکه از این زمینه پزشکی برای حیوانات هم بهره ببریم. به هر حال حیوانات هم جزی از زندگی بشر هستن و سلامتشون برای بشر مهمه. 100% همینطوری که شما میفهمید، من فکرم خودتونم علاقمند به رشته سوارکاری هم بودید که این گرایش رو پیدا کردید یه دفعه برای، درست میگم؟ بله علاقمند بودم، ولی متاسفانه این فرصت پیش نیومده که به صورت حرفه‌ای دنبال بکنم. خب انشالله که فرصتش رو پیدا کنید، حتی درس مهمتر بوده. بعد از فراغت از تحصیل انشاءالله فرصت پیدا میکنید. شما با پشتکاری که ما از شما سراغ داریم مطمئن باشید که جزء سوارکاران برتر دنیا هم خواهید شد خانم اشراقی. متشکرم، شما محبت انجام دوستان زنده باشید. یه مقدارم اگه میشه برای ما از مدال های علمی توی فستیوال های مختلفی که حضور داشتید برای ما بگید. خواهش میکنم، اگه اجازه بدید من اول عرض کنم که همه دوستان ایرانی که در مالزی در زمینه آکادمیک دارن تلاش میکنن افتخار آفرین هستن و من فقط به عنوان یک نماینده از اونها امشب این افتخار دارم که با شما صحبت میکنم. در زمینه مدال ها، من در سال 2012 یک مدال طلا و یک مدال نقره در نمایشگاه بین‌المللی اختراعات در کشور مالزی برگزار شده بود کسب کردم و همینطور در سال 2013 یک مدال طلا که با همکاری
دوستانمون در پروژه تحقیقاتی که انجام دادیم کسب کردیم. بله، راجع به اختراعی که در مالزی و امریکا به ثبت رسوندین هم برای ما توضیح بدین، مثل که از قلم افتاد. خواهش میکنم. این اختراع در واقع برای افرادی هست که به هر دلیل، عزیزانی که دچار قطع عضو میشن و به خصوص اندام از ناحیه ران به پایین دچار قطع عضو میشن، مثل جان بازان عزیزمون که من سالها افتخار خدمتگذاری بهشون رو در ایران داشتم، استفاده میشه که بتونن به زندگی عادیشون برگردن و یک نوع سیستم تعلیق جدید هست برای پروتز. بله خانم اشراقی، شما سابقه فعالیت در مرکز توانبخشی کشورمون هم داشتید، درسته؟ بله، من افتخار همکاری توانبخش به مدت 8 سال با مرکز جامعه توانبخشی هلال احمر در تهران داشتم که بزرگترین مرکز توانبخشی کشورمون محسوب میشه. درسته. میخوام بگم که از دستاوردهایی که به تحصیلات امروز شما، به اختراعات شما کمک میکنه و ارتباطی که با اون فعالیت شما در مراکز توانبخشی و بهزیستی داشته، برای ما میگید یه ارتباطی بینشون بود یا خیر؟ 100% این ارتباط بوده و این علاقه مندی من ناشی از این هست که سالها تونستم از نزدیک با درد و رنجی که افرادی که دچار قطع عضو میشن ببینم و روبرو باشم و به این فکر بیفتم که به چطور میتونم وسیله کمکی اونها رو به نحوی بهبود ببخشم که زندگی روزمرهشون به حالت عادی تا اونجایی که ممکنه برگرده. درسته. خب خانم دکتر، چند وقت ایران تشریف نیاوردین؟ من حدود 2 ماه گذشته این افتخار داشتم که در مسابقات بین المللی روباتیک دانشگاه امیرکبیر شرکت بکنم. که 2 ماه گذشته؟ بله، آبان ماه بوده. تو پاییز بود. پس برف تهران رو ندیدیم؟ نه متاسفانه، ما فقط عکساش رو دیدیم و خوشحالیم که این نعمت خدادادی شامل حال ایران شده و در تابستون خوبی رو انشالله ایرانی های عزیز خواهند داشت. حالا شما مالزی زندگی میکنین و درس میخونین، اونجا فقط باران داره و رگبار، ولی میدونم که دلتون برای برف هم خیلی تنگ شده. همینطوره، شما درست میفهمین. همه دوستانی که اینجا هستن دلشون برای برف به هر حال تنگ میشه، چون اینجا آب و هوای استوایی داره و همیشه گرم هست. زنده باشین، براتون آرزو میکنم موفق تر از اینی که هستین تو زندگی، تو تحصیلاتتون باشین، افتخار برای کشورمون کسب کنین. شده بعد از پایان تحصیلات برنامه برای زندگی و آینده کاری و تحصیلیتون دارین؟ انشاءالله من سعی میکنم که همین پروژه کاری خودم رو ادامه بدم که به تولید انبوه برسه، که هم ایرانیان عزیز بتونن از اون در داخل کشور استفاده بکنن و هم معلولین عزیز در سراسر دنیا بتونن از اون بهره ببرن. حالا از اختراعاتتون به تولید انبوه هم رسوندین خانم اشراقی؟ این شاید خبر خوب رو بتونم از اینجا اعلام بکنم که به زودی یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده قطعات پروتزی در دنیا این وسیله رو به تولید انبوه خواهند رسون. احسن، و خیلی تبریک میگم، خیلی مبارک باشه، خیلی تبریک، خیلی تبریک. براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش دارم خانم اشراقی. خیلی ممنون، شما محبت دارین. من فقط در آخر اگر اجازه بفرمایین از خانواده عزیزم، از آقای پروفسور عزوان و از خیلی از دوستانی که در این مدت 4 سال در پروژه‌های مختلف تحقیقاتی منو یادی رسوندن، به خصوص آقای حسین قلی‌زاده، آقای احمدیان، آقای دکتر محمد تقی کریمی، آقای بیژن رفیع
رحمتی، آقای حامد هاشم آبادی، آقای محمد رضا امیری، آقای دکتر بابت شادان و آقای دکتر آل ابراهیم که باز افتخار ما هست که همه ایرانی بودن تشکر بکنم. زنده باشین، موفق و پیروز و سربلند باشین. خدا حافظتون باشه. قربان شما، خیلی ممنون. اول برنامه عرض کردم که در